رسول اکرم علیه السلام بهش خبر رسید که قبیله خزاعه، خزاعی ها هنوز در ایران هستند. بسیاری از اعراب، یعنی اعراب دوران عباسی، به کشورهاشون که باز نه، به جزیره العرب که باز نکشتن، در ایران موندن بسیاریشون. این فاتحان کجا رفتن؟ موندن در ایران. هنوز که هنوز قبیله خزاعی در خراسان هستش، در مناطق سنی نشین و حتی در غیر مناطق سنی نشین، حتی در میان شیعیان هم هست. اصل اینها از قبیله خزاعی. این قبیله بعد از صلح حدیبیه هم پیمان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شده بود. بر این اساس که قریش حق نداره به هم پیمانان رسول خدا صلی الله علیه و آله هجوم بکنه. اینا مسلمان نشدن، هم پیمانن. و در مقابل رسول خدا صلی الله علیه و آله به قبائلی که هم پیمان قریشان، مشرکانن، رافضیان اون زمانن، امام پرستان اون زمان قریش مشرک بودن، مثل قبل پرستان امروز، نه اینکه خدا رو قبول نداشتن، خیلی خیلی محکم هم قبولش داشتن. این قبول داشتنش مثل آخوندهای امروزی بود. البته این آخوندها از اونها خیلی مشرکترن، جلوتر زدن، خیلی جلوتر زدن. قریش اینقدر احمق نبود که گلمالی بکنه، اینقدر نادان و کودن نبود که سرکله خودش بزنه. نادانیش در چی بود؟ یه بطی درست میکرد، شب عبادتش روز میخوردش، خدای خودش رو میخورد. دقت بکنی؟ اینا که خدا یه امامتی درست کردند که با این امامت کل دین رو خوردن. و مقتضای صلح این بود که قریش حق حمله به هم پیمانان رسول خدا صلی الله علیه و آله نداره و رسول خدا صلی الله علیه و آله حق حمله به هم پیمانان قریش نداره. لیکن بعضی از قریشیان خیانت کردند، رفتن پیش یکی از افراد قبیله خزاعه زدنش. یعنی چی؟ یعنی قریش خیانت به عهد کرد. یه زدن خیانت به عهده، به قانون اساسی عمل نکردن، قانون اساسی را مثل بت‌های قریش بلعیدن، این خیانت نیست؟ خمینی ملعون وقتی که در فراسد تر خوشکش میکردن، گفت که روحانیت حکومت نمیکنه. وقتی ایران اومد روحانیت پدر مردم رو در آورد، ببخشید، این خیانت نیست؟ اینا مسلمان هست؟